عرض سلام و تقدیم ارادت به بخش دیگری از برنامه زنده و مستقیم از شبکه پیوند ادامه می دهیم. در آیه شماره 132 که متن روی صفحه قرار داد به این ترتیب واژگان معنی می دهند که و اطیعوا و اطاعت کنید الله الله رو والرسول و رسول را لعلكم باشد که ترحمون دریافت کنید رحمت خدا را و اطاعت کنید از الله و اطاعت کنید از رسول الله باشد که این اطاعت از الله و رسالت از رسول او شما را مشمول لطف و رحمت و عافیت و عنایت حضرت حق قرار بده. در این آیه بسیار کوتاه و ساده یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخ بشر اشاره می کند. فراموش نشود که در میان اقوام یهود و همینطور اقوام نصارا گروه عظیمی از بت‌پرستان و مشرکین بودند که با پرستش ماده و شیء و حیوان و مظاهر طبیعت خو گرفته بودند. برای اولین بار توحید به نحو دیگری تعریف و تکلیف می شود و در این توحید خدا نادیده است. خدا جماد نیست، خدا جسم ندارد، خدا خالق ماده است و مهمتر از همه هیچ وکیلی، وزیری، مشیری و دبیری و شافعی و رافعی و واسطه‌ای و عاملی برای خدا در عالم هستی وجود ندارد و هیچ انسانی به نام نماینده خدا و واسطه نقابل اطاعت است و نقابل پرستش. پرستش در انحصار خداست و تنها راه ارتباط با خدا از طریق کلام خدا، از طریق قلب و فطرت عابد و مطیع است. اطاعت از رسول، اطاعت از رسالت رسول است، یعنی اطاعت از آیاتی است که شالوده رسالت رو تشکیل می‌دهد و نه شخص خود رسول یا پیامبر. در سوره فاتحه در شرایط توحید و شرایط هدایت موضوع اطاعت از شخص محمد کاملا مردود و رد شده است و عمل خلاف و غیر ثواب اعلام شده است. اطاعت از رسول می تواند اطاعت از خدا باشد، اما اطاعت از محمد باید مشروط و مقید باشد و اطاعت از محمد اطاعت یک انسان از انسان دیگر است و ارتباطی به اطاعت از خدا پیدا نمی کند و نباید در مقوله اطاعت از خدا وارد شود و موجب اختلاف و اختشاش بشود. آیه شماره 133 مطابق فرمان آیه شماره 133 رو روی صفحه قرار بدید. در این آیه به این ترتیب بیان می کند که و تسریع کنید، سرعت پیدا بکنید، بشتابید به اصطلاح و سارعوا بشتابید الى به سوی مغفرت به سوی مغفرت به سوی بخشایش من از سوی ربکم رب شما ربتان و جنت و بهشت یا جنت و جنت و بهشت عرضها با عرض
السماوات آسمان ها والأرض و زمین اعدت وعده شده است للمتقین برای کسانی که اهل تقوا هستند و بشتابید و سریع باشید در پناه به سوی بخشش و به سوی مغفرت به سوی آمرزش و به سوی قبول توبه و بشتابید برای استغفار به سوی رب خیش و بشتابید در سایه مغفرت و بخشش به حضرت حق و آنگاه عبارت تمام می شود و عبارت مستقل جدیدی شروع می شود در تعریف جنت می گوید و جنت باغ بهشتی است که پهنا و وسعت و اندازه و مقدار و گستره و موضع آن طول عرض بهشت رو در این آیه اندازه گرفته و بیان میکنه جنت و باغ بهشت که پهنا و وسعت و اندازه و شمول و گستره و مقدار و موضع آن همه آسمان ها و زمین را که همه آسمان ها و همه زمین یعنی کل کائنات این اصطلاحی است که بارها و بارها در قرآن به کار رفته و توضیح هم داده شده که آسمان زمین منظور کل کائنات و کل موجودات هست کل هستی و کل عالم وجود و کل کائنات رو در بر گرفته و هرچه نام هستی دارد بهشت شامل اون می شود و این بهشت و این باغ و این جنت وعده خداست و از سوی خدا پیمان شده است تعهد شده است برای کسانی که برای الله تقوا می ورزند در این آیه قرآن نخست به تشریح جنت می پردازد و سپس به وعده و تعهد خدا اشاره می کند پس اگر ما متقی بشویم به خدا متعهد می شود که وعده خود را وفا کند و ما را در بهشت وارد کند و یا بهشت را در درون ما محسوس و ملموس بسازد در این آیه به همه تردیدها و گمانها پایان داده می شود و صریحا گفته می شود که جمع کل هستی و کائنات و جمع کل عالم امکان می تواند بهشت باشد همان گونه که جمع کل هستی می تواند جهنم باشد در این آیه کوتاه اشاره می کند که طرح و نقشه و در واقع مشی تهیه دوزخ و فردوس و نقشه و طراحی دوزخ و فردوس تابع قانون خداست اما ساختمان اون در دست بشر است و این انسان است که میتواند بهشت و جهنم رو در همین عالم کائنات ممکن که تابع دو محور زمان و مکان است بنا کند و هر کس بهشت و جهنم رو برای خودش می سازد نه برای دیگران و بهشت و جهنم به بیان دیگر در ذهنیت انسانی قرار دارد که اون انسان در کائنات زندگی می کند و سرنشین است قرآن به بهشت های مختلف و به جهنم های مختلف اشاره می کند که شرح بهشت و جهنم بهتر است که ما به تک تک این آیات که در
همین روش قرائت قرآن میرسیم اشاره کنیم. ولی آرزوی من این بود که اگر فرصت میداشتیم جمع آیه هایی که مربوط به بهشت است و همینطور جمع آیه هایی که مربوط به جهنم است اگر خوانده میشد و در کنار هم قرار میگرفت مفهوم بهشت و جهنم روشن‌تر میشد. ولی اگه علی ای حال به همین ترتیبی که پیش میرویم امیدوارم که این کفایت بکنه. در این آیه بسیار مهم ذکر میشود که بهشت عبارت است از وسعتی که اون وسعت برابر یونیورس است، برابر عالم خلقت است و همه این عالم خلقت میتواند که تبدیل به بهشت بشود و بهشت هست. میتواند در جای دیگه میگوید که تبدیل به جهنم هم بشود و این ذهن انسان است که سازنده بهشت و جهنم است. آیه 134 رو تا ورمان بالا ببرید لطفاً. در این آیه، آیه 134 به یکی از موضوعات بسیار مهم قرآنی اشاره می کند و در واقع تعریف جدیدی برای تقوا ذکر می کند. در آیه قبلی گفت کسانی که تقوا دارند وعده شده اند که به بهشتی بروند که گستره و طول و عرض این بهشت به اندازه عالم هستی و به اندازه خلقت خداست. و در اینجا میگوید که اون کسانی که به اون بهشت حق دارند و وارد میشوند و خدا متعهد و بدهکار ایشان است و ایشان طلبکار اون بهشت از خدا هستند، اینها اهل انفاق، اهل تقوا هستند و متقی هستند. و در اینجا در طول حجم قرآن که تا به حال آمده ایم این دومین تعریف مشروع از متقی است. یک بار در سوره دوم در آیه های دوم به بعد و یک بار هم به این تعریفی که توجه دقیق بفرمایید و بهره ببرید. در مورد صفات متقی سخن میگوید که الذین در واقع متقی کسانی هستند، متقیان که ينفقون انفاق می کنند در السرائی در شرایطی که امکان دارند، شرایطی که آسان است برای اونها، سهل است برای اونها، میسر است همه چیز برای اونها، در اون شرایط انفاق میکنند. المحسنی والضرائی والضرائی. پس در دو حالت متقی انفاق میکند، یکی در السرائی السراء و یکی و از ذراء، یعنی در موارد تنگ دستی و مشکل داشتن و گرفتار بودن، هم در مواردی که سهل و آسان است و هم در مواردی که فقر و مسکنت و دشواری و گرفتاری دارند. در هر دو حال متقی انفاق میکند، یعنی داشتن امکان و نداشتن امکان موجب توقف انفاق برای متقی نمی شود. متقی کسی است که انفاق می کند در شرایط سخت و در شرایط سهل. والکاظمین و متقی همچنین کسی است که یا کسانی هستند که دارای کظم کاف زین و میم به معنای فرو دادن و نگاه داشتن و مهار کردن و تسلط داشتن و در خود نگاه داشتن معنی میده.
و کاظم که اسم یکی از بزرگان و رهبران معنوی دین اسلام هست، به همین معناست که فرو دادن و نگاه داشتن و تسلط داشتن بر غیظ و عصبانیت اون شخص رو اسم فاعل همین کظمه ریشه کظمه کاظم هست. و کسانی که کاظمین هستند، فرودهندگان و نگاهداران و تصرف کنندگان بر الغیظ خشم خیش هستند. و پس شرط اول انفاق هست در شرایط سخت و سهل، شرط دوم کاظم به غیظ هستند، خشم خود رو فرو می دهند و خشم خود رو نشان نمی دهند و خشم خود رو در تصرف خودشون دارند. و صفت سوم والعافین، کسانی هستند که عفو ریشه عفو به عنوان بخشیدن عافین اشاره به کسانی هست که عفو کننده هستند. صفت سوم متقی که عافین هستند عنی بر الناس همه مردم، بر همه مردم، نه فقط بر مسلمان، بر دیندار، بر کافر، بر بیدین، که عفو کننده هستند. متقی هستیست که عفو می کند نوع بشر رو. والله و خدا هست یحب دوست داره المحسنی، کسانی که فاعل به فعل احسان هستند، کسانی که از آنچه سهم معیشت ایشان است انفاق می کنند و انفاق می کنند در شرایط وسعت و ثروت و امکان و توان و در حالات و شرایط سختی و تهیدستی و عدم امکان. کسانی که انفاق می کنند در سرا و در ذرا، و کسانی که فرودهندگان خشم خیش هستند، و کسانی که عافین عفو کنندگان چشم پوشان و بخشندگان و غفران آوران و فرصت دهندگان و رحمت کنان به ناس هستند. و الله عاشق و محب محسنین، کسانی که احسان می کنند و انفاق آنها در احسان آنها و احسان آنها در انفاق آنهاست. این آیه در ادامه آیه 133 گفته می شود که تعریف و تشریح مفهوم کامل و جامع متقی در ابعاد وسیع و پیشرفته و گسترده و شامل است. انفاق هم در سرا و هم در ذرا واجب است و صفت متقی است. نوع انفاق و میزان آن البته متغیر است. تشکر میکنم اتاق فرمان، اما اتاق فرمان بر تشکر میکنم نوع انفاق و میزان آن البته متغیر است، اما اصل انفاق قطعا باقی است. و صفت دوم برای متقی که متعالی شده است، صفت کظم و خودداری از ابراز خشونت و از ایراد خشونت و از ابراز خشونت است و همینطور جلوگیری از نشان دادن و تأثیر آثار خشونت است. که خیلی از ما هستی که خشن میشیم، بعضی ها خشونتشون رو فرو میدن و به صورت دیگری عمل میکنند، یا انتقام میگیرند، یا کاری اکثر عملی به هر حال انجام میدن به نحو دیگری. کاظم کسی است که خشم خودش رو فرو میده و هضم میکنه و تمام میشه، دیگه به نوع دیگری خشم خودش رو بیرون نمیده.
و دیگر از مشخصات متقی قبول توبه و بخشایش گناهکاران است، تجاوزات خطاکاران است، مردم رو میبخشه وقتی مردم توبه میکنن، و آن متقی که به اصل مطلق انفاق و اصل مهرورزی و دوری از خشونت و همینطور وعده به عفو و قبول در واقع هم وعده و هم انجام عفو دیگران رو بر عهده گرفته و به این صفات عالیه مزین است، در فرهنگ ادبی قرآن متقی و محسن و یا متقی محسن و یا محسن متقی نامگذاری می شود که در واقع درجات عالی تقوا رو بیان می کنه. و قسمت اول این آیه بسیار قابل تفکر است مثل بقیه قرآن، و اون این است که بسیاری از ما تصور می کنیم که انفاق فقط پرداخت مقداری پول به دیگرانه، و به این ترتیب از زیر بار مسئولیت انفاق خودمون فرار میکنیم، در حالی که وقتی قرآن رو مطالعه میکنیم در هر نفسی که ما میکشیم یک انفاق بدهکار هستیم، در هر قدمی که برمیداریم، هر امکانی که خدا به ما داده ما نسبت به اون امکان به دیگران دارای بدهی هستیم و باید این بدهی خودمون رو بپردازیم. اتاق فرمان آیه شماره 135 رو لطفاً روی صحنه قرار بدید. در این آیه میگوید که والذین و این کسانی که اذا چون فعلوا انجام دادند فاحشتن فعل زشتی را، و کسانی که چون فعل زشتی رو مرتکب شدند یا مرتکب انجام فعل زشتی شدند، یعنی اگر که فعل زشتی انجام دادند، او و یا اگر که ظلمو ظلمی کردند انفسهم بر نفسهای خیش، این آدم ها ذکرو به یاد بیاورند الله خدا را، فاستغفرو و تقاضای بخشش کنند از او، لذنوبهم برای گناهانی که مرتکب شدند، و من و هر آن کس که یغفرو در واقع بتواند که ببخشد و در واقع عفو کند الذنوب گناهان رو، الا مگر الله خدا، ولم و نیست یصر اصرار کننده ای علی بر ما آنچه فعلو انجام دادیم، و هم و در حالی که اونها یعلمون مطلع بودن و می دانستن. سپاسگزارم اتاق فرمان، ما رو بازگردانید به صحنه اصلی. اتاق فرمان صدای من می شنوید، ما رو برگردانید لطفا. و کسانی که چون فعل زشتی انجام می دهند و چون عمل ناشایستهی مرتکب می شوند و یا چون ظلم و یا ستمی بر نفس خیش می کنند،
خدا را به یاد می آورند و متذکر به ذکر خدا می شوند، یاد خدا می کنند، یاد آیات خدا می کنند، یاد کلمات خدا می کنند، یاد وظیفه و تکلیف خیش نسبت به خدا می کنند و وظایف فراموش شده و غفلت شده خود را به یاد می آورند و این یادآوری باعث تغییر و اصلاح مسیر آنها می شود و به این ترتیب و در اثر یادآوری به اطاعت می پردازند و اصلاح می شوند و توبه می کنند و از ارتکاب به فحشا و ستم من بعد آن یادآوری احتراز و خودداری می کنند. این معنی ذکر است که به این ترتیب ذکر الله وقتی که آدم ذکر خدا رو میکنه این کارها رو میکنه و الا خب خدا رو به یادش میاره، خدا که یاد آدم نمیره. وقتی خدا رو به یاد میاریم چه چیز خدا رو به یاد میاریم؟ فرمان خدا رو به یاد میاریم و بعد این فرمان رو با کار خودمون تطبیق میکنیم و میبینیم ما در خلاف هستیم، خودمون رو اصلاح میکنیم. این یادآوری باعث اصلاح ما میشه. وقتی باعث اصلاح شد به استغفار میپردازیم و توبه میکنیم. در این حالت است که خدا را به یاد می آورند و استغفار می کنند و از خدا می خواهند که توبه ایشان را بپذیرد و اصلاح ایشان را برای قبول توبه مورد پذیرش قرار دهد و ایشان را مورد قبول در توبه بنماید و سپس مورد بخشش و رحمت و غفران قرار بدهد و نام او رو از گروه گناهکاران و عاصیان پاک کند و مبرا کند، از ذنوب، از خطا و گناه و غفلت و تجاوز و اشتباهات. و کیست که قبول استغفار کند، گناه مخلوق را ببخشد و عفو کند؟ و آنانی که اصرار و تکرار در فعل خود می کنند در کنار گناهان خود که تکرار و تمدید گناه رو ذمیمه می کنند به علت آن که به زشتی و نکبت معصیت خیش آگاهند، طبعا اون افراد که در تکرار گناه مکرر انجام میدهند مورد بخشش خدا قرار نمیگیرد، که در این آیه هم به انحصار کفران اشاره میکند و هم به تکرار گناه اشاره میکند که تکرار گناه مانع غفران میشود، مانع مغفرت میشود. اگر گناه اصرار بشود در گناه و در تکرار گناه اصرار بورزند. و همینطور در این آیه اشاره می کند به رد کردن یکی از باز ذمایم بیپایه‌ای که در اسلام وارد شده و در این آیه موضوع بسیار مهم، اصل انحصار موضوع غفران و مغفرت و بخشایش است و میگوید در اینجا که این افرادی که فعل فاحش انجام میدن، ظلم میکنند و بعد اصلاح میکنند و استغفار میکنند برای گناهانی که انجام دادند، جمله تمام میشه، جمله جدید و من و در واقع کیست که یغفر بتواند غفران شامل کند الذنوب بر گناهانی که انجام شده الا جز الله. این یک بیان کاملا مستقل هست که در این آیه ذکر شده و در این آیه اشاره می کند به این که قبول استغفار در انحصار خداست
و این متن صریح و کوتاه و قاطعی که در قرآن وجود داره همه اتهامات و افتراهایی که به دین وارد میشه و همه دروغهایی که به دین نسبت داده میشه و یک سر قلم ضرب در روی موضوع شفاعت میکشه و روی موضوع استغفار میکشه و روی موضوع وکیل و وزیر و دبیر و وزیر و مشیر و همه اینها رو یک سر باطل اعلام میکنه و میگه کیست که رو تازه در مورد کسانی سخن میگوید که اصلاح کردند، فعل فاحش انجام داده، ظلم کرده، یاد خدا افتاده، آیات خدا رو خوانده، فهمیده چه غلطی کرده، چه اشتباهی کرده، توبه کرده، اصلاح کرده، استغفار میکنه، تقاضای غفران میکنه، تقاضای مغفرت میکنه برای گناهانی که متوجه شده، اون گناهانش رو در اثر ذکر الله متوجه ذنوب خودش شده و کتاب رو باز کرده، دیده به چه اشتباهاتی کرده، چه کارهای زشتی کرده و تقاضای بخشش کرده. حالا میگوید چه کسی من یغفر الذنوب، چه کسی ذنوب شما رو میبخشه الا الله، الا الله. من بدون اینکه باز بخواهم که وارد جزئیات مکرر بشوم و هر وقتی که ما به موضوع دروغ‌های جنبی که به قرآن وارد میشه میشویم، اختیار تا حدودی البته عصبانی میشوم و سعی میکنم که این دور نباشه، چون برای خود من هم مفید نیست و من باید بتوانم که در مقابل همه این فشارهایی که به من وارد میشه آرامش خودم رو حفظ بکنم و خشم خودم رو فرو بدم. اما در این آیه همینقدر با آرامش عرض میکنم که هرچه دروغگو و دروغ پرداز و مفتری و قرآن فروش و دین فروش و خیانتکار به قرآن وجود دارد که اصل شفاعت رو پایه‌گذاری کردن و اصل بخشش گناهان رو پایه‌گذاری کردن، در اینجا قرآن دقیقاً و عمیقاً و صریحاً به انحصار این امر میپردازد و با سؤال منفی در واقع این رو بیان میکند که کیست جز الله؟ نگفته بتواند یا نتواند، کیست جز الله بخشنده گناهان شما؟ در اینجا واسطه رو میپذیرفت نپذیرفت و نشان میده که همه اون حرف ها کلش یک شا دروغه. در این آیه قرآن به صفات دیگری از متقی اشاره میشود و فراموش نکنیم که در دعای قبل تعهد خدا، در واقع دین خدا و همینطور به متقی معرفی شد و در مقابل دین خدا هم در کنار دین خدا به متقی اعلام شد که بهشت، بهشتی که بهشت متقی است، همه عالم رو تشکیل میده. یعنی متقی هر کجای جهان که پا بگذارد، هر کجای جهان که پا بگذارد، همین عالم خاکی بهشت اوست. هر کجا که قدم بگذارد اون محل قدم او تبدیل به بهشت می شود برای او، و او همیشه در بهشت زندگی می کند. آنگاه اشاره شد که متقی و سارع و شتابگر در استغفار، در اطاعت رسالت و در منطق انفاق و در احتراز از خشم و در تسریع در عفو و گذشت از دیگران و از توبه، از فحشا و عدم اصرار و تکرار در گناه و در قبول انحصار حق
مغفرت در حضرت حق. اینها هم وعده خدا به متقی است که انسان وقتی گناهی مرتکب میشه بلا فاصله باید توبه کنه در اولین فرصت، چون هر چقدر توبه از گناه تأخیر بشه امکان تکرار گناه بیشتر میشه و بعد گناه برای انسان تبدیل به یک عادت میشه و این عادت همچنان ادامه پیدا میکنه و در انسان نهادینه میشه و اون چیزی میشه که قرآن به اون میگوید که اصرار در گناه، تکرار در گناه و شدت بخشیدن به گناه. آدم وقتی گناه انجام میده، فرض کنید که یک مردی یک بار حالا به هر جهتی اشتباه میکنه، به همسرش خیانت میکنه، این بلا فاصله باید اصلاح بکنه و بلا فاصله باید تکلیف این کارش رو معین بکنه و توبه کنه و برگرده و به یاد فرمانهای خدا بیفته، به یاد خدا بیفته، برگرده از این مسیر اصلاح بشه. ولی دیده می شود که کسانی که توبه نمی کنند و دیر به توبه می پردازند و در مرحله توبه نکردن باقی می مانند، امکان تکرار این گناه برای اونها خیلی زیاده، چون هیچ مهاری اونها رو نگه نمی داره و لذتی که از گناه برده شده یا لذتی که از تخطی و سیئات و ذنوب گرفته شده اونقدر زیاده که جلوی مهار کردن رو میگیره و مثل یک رودخانه‌ای که صد از جلوی او برداشته میشه، هر یک قدمی که به طرف گناه بر میداره که از دیوارهای مانع کار زشت رو فرو میریزه و واقعا حصارهای شرم و حیا و آبرو و انسانیت از بین میره. ولی اگر فرض کنید که حالا امروز من یک کار زشتی کردم، اگر همین امروز بتوانم که توان پیدا بکنم و خودم را آماده بکنم، ذهنم را آماده بکنم و تعهد بکنم به خدا، این تعهد ممکن است که تا حدودی من را از تکرار جرم باز داره. ولی اگر این کار رو یک ماه تمرین کردم، دو ماه ادامه دادم، ده روز ادامه دادم و قبح کار برای من از بین رفت و شروع به اصرار و تکرار کردم، اون وقت بخشیده شدن بسیار کار مشکلی است و شاید که انجام نمیشه. در واقع در این آیه انحصار شمول مغفرت رو هم بیان میکنه که مغفرت فقط در حضرت حق امکان انحصار داره و به کسی دیگری هیچ نوع بهانه‌ای و هیچ نوع نمایندگی داده نمیشه. موضوع اصرار و تکرار در گناه مانع قبول استغفار می شود، یعنی شخص اگر دانسته مرتکب گناه بشود، به نیت اینکه بعد از ارتکاب گناه دست بر می دارد به استعفا و استغفار و مورد عفو قرار می گیرد، مصر در گناه مشمول غفران حق احتمالا اگر هم می شود به آسانی نمی شود. اتاق فرمان آیه شماره 136 رو روی صفحه قرار بدید. اولئک کسانی که جزاؤهم پاداش ایشان مغفرت بخشایش ایشان است از سوی ربهم رب ایشان و جنات و همینطور کسانی که پاداش ایشان از سوی ربشان بهشتهاییست، بهشتها جنات نه جنات، جناتی که بهشتهایی که تجری جریان دارد مین از تحت
تحتها. از پایین اونها، از زیر پای اونها، الانهار، نهرهای، جویهای، خالدین، و ایشان سرنشین دائمی هستند، فیها، در این بهشته ها، و نعمه، و همینطور دریافت کننده ها دگان نعمت هستند، اجرو، که اجر ایشان نعمتی است که دریافت میکنند، العاملین، کسانی است که این اجر و نعمت و اجر کسانی که عمل کنندگان به عمل صالح هستند. دیگه اینجا نوشته البته عمل کنندگان، ولی منظور عمل کنندگان به اعمال صالح هست. در این قسمت اتاق فرمان بله تشکر میکنم، در ادامه آیات قبل، متقیان آنانی هستند که جزا و پاداش عمل ایشان، یعنی پاداش استغفار ایشان، از سوی پروردگارشان قبول و مشمول مغفرت و بخشایش حضرت حق است. همچنین پاداش استغفار و همچنین پاداش اعمال حسنه ایشان از سوی ربشان برای ایشان باغها و بهشتهایی است که در پایین آن نهرهای آب جاری است و ایشان مقیمان و سرنشینان دائمی یا خالد در آن هستند. و چه نعمت بزرگی است، چه نیکوست پاداش و نعمت عاملین، یعنی عمل کنندگان و فاعلین فعل تقوا، فعل احسان و فعل استغفار. در این آیه قرآن در ادامه تعریفاتی که مربوط به اعمال و پاداش اهل تقوا به تکرار و تشریح موضوع استغفار بیان شده، و همینطور در ارتباط با شرایط قبول استغفار و پاداش ناشی از قبول توبه و همینطور انجام اعمال خیر، وقت اشاره میکند به اینکه پاداش استغفار و اعمال حسنه یا استغفار که یکی از اعمال خیر است، باغهایی است که در پایین بلندی های آن نهرهای آب جاری است. ما در ترجمه ها میبینیم که نمیدانم، واقعا نمیدانم که تحت رو زیر معنی میکنن، از زیر آن یعنی از زیر چی؟ ما وقتی راجع به پایین و بالا صحبت میکنیم، راجع به اختلاف سطح صحبت میکنیم، ما وقتی راجع به زیر و رو صحبت میکنیم، راجع به پیدا و پنهان صحبت میکنیم. وای بر من، شما تمام این ترجمه های قرآن رو که به فارسی میبینید که در اون نوشته که بهشت هایی که از زیر آن، یعنی از کجای آن آب رد میشود، یعنی بهشت هایی که دارای قنات زیرزمینی هستند و ما اصلا آب اونها رو نمیبینیم. یک نفر 400 سال پیش تحت رو زیر معنی کرده و این همینطور باقی مانده. الان هم بخوانید کتاب های ترجمه فارسی رو بگیرید، تعجب خواهید کرد. با تحت معنی زیر هم البته میدهد، ولی شعور انسان هم با مفاهیم معانی مختلف رو باید پیدا بکند. آخه زیر، از زیر بهشت چه چیزی از زیر بهشت عبور میکنه؟ اصلا به ما چه مربوطی که از زیر، ما چه میدانیم که از زیر بهشت چه چیزی رد میشه؟ نهر آب از زیر رد نمیشه، نهر چیزیست که از رو رد میشه. و تحت معنی پایین میده، معنی زیر نمیده. بهشتی که از پایین آن، مثلا بهشت های خوش آب و هواییست، منظره های خوب داره، زمینش تخت نیست، زمینش به صورت تپه ماهوره، و در واقع پایین این تپه ها در این
مسیر پایین تپه ها یا در این دره ها که پایین هستن نسبت به اون سطح تپه، آب جاریست یا شیر جاریست یا عسل جاریست یا هر چیز دیگری که جاریست. زیر چه معنایی میدهد؟ همین معنی غلطی که یک کلمه اونجا نوشتن زیر. میدونید چند هزار نفر رو گمراه کردن که اصلا قرآن جمع کردن گذاشتن کنار. یعنی چی از زیر پیش یا از زیر آن؟ یعنی از کجای آن؟ من بهتر است که سکوت بکنم و فقط همین ترجمه رو بخونم و به کار خودم برسم. که در پایین آن، پایین بلندی های آن، نهرهای آبی جاری است که در اینجا متشابهات قرآن در این بیان کاملا مشخص می شود و تعاریف مربوطه به آن غالبا تشریح در تعریف و توصیف آثار است. در آیه 133 به یک جنت اشاره می کند که شامل کل کائنات است و در این آیه به جنتها، به باغهای اشاره می کند که شاهد بر وجود جنت در درون انسان است، در ذهن انسان است، در حیات ذهنی و عینی انسان قرار دارد. اتاق فرمان لطف کنید با آیه 137 رو قرار بدهید حالا تا اتاق فرمان گوشی رو از گوششون بردارند و آماده بشن. ما آیه 137 رو ما در اینجا بیان میکنیم تا اتاق فرمان به داده ما هم برسه. متن آیه 200 و آیه 137 به این ترتیب بیان می شود که قد قطعاً خالد عبور کرد، گذشت مین از قبلیکم، قبل شما، از گذشته شما، قبلیکم سنن شرایطی که بسیرو بر شما گذشت، بر پیشینیان شما گذشته، شرایطی که سفر می کنند در زمین. پس بنگر، پس نظاره کن، پس ببین کیفه چگونه کانا بود کانا عاقبتو، چگونه بود عاقبت کسانی که المکذبین، کسانی که تکذیب میکنند، رد میکنند و نادیده میگیرند. در این آیه درباره گروهی دیگر سخن میگوید که متقی نیستند. در اون آیه های قبل در مورد متقی سخن میگفت، در آیه 137 در مورد کسانی سخن میگوید که متقی نیستند و میگوید دقیقا و قاطعا گذشت و اتفاق افتاد و انجام شد قبل از شما، شرایط و روش ها و ترتیب ها و سنت هایی که، یعنی قطعا قبل از شما سنت ها و روش های برابر روش های شما در تاریخ واقع شده و اتفاق افتاده و یا پیش از شما ملل و سننی بودند که رفتند. پس سیر کنید و سفر کنید در زمین و نظر کنید تا آنکه چگونه بود عاقبت کسانی که منکر حقایق بودند و هر آنچه واقعیت و حقیقت داشت انکار می کردند، کفر می ورزیدند و انکار کنندگان بودند در زمانهای گذشته. اونها رو مورد نظر و عبرت قرار بدهید. یکی از آیات واقعاً
فکر برانگیز و تذکار دهنده است که انسان مسائل تئوری و مسائل ایدئولوژیک رو ملموس در تاریخ ببینه و میگه شما روی زمین سفر کنید و تاریخ گذشته رو نگاه بکنید. مثلا شما در این آمریکای مرکزی وقتی مسافرت میکنید به یک قدرت هایی برخورد میکنید، مثل اینکه مثلا در کوه یک کوه بسیار بزرگی رو میبینید که همه این کوه رو سنگ تراشی کردند، با چه هنری، با چه صنعتی، و بالای این کوه از این سنگ ها توی سنگ ها رو خالی کردند و یک تمپل یا یک معبد ساختند بالای کوه، و بعد چهار طرف این کوه رو با چه محاسبات دقیق مهندسی تبدیل به پله هایی کردند که سطح اینها با هم برابره و این پله ها که روی کوه پله ساختن میاد تا به زمین میرسه و نشان میده که چه امپراتوری، چه عظمتی، چه قدرتی، چه ثروتی، چه علمی، چه یعنی در واقع آینه تمام نمای قدرت یک قوم رو نشان میده که باور اینها چی بوده، قدرت اینها چی بوده، چقدر صنعت در بین اینها رواج داشته و با چه قدرت و عظمت و ثروتی اینها کار میکردن. از این بنا آدم به اونجا میرسه، همون بناهایی که معروف به مایا هست و آیین اینها بیشتر متوجه مایای برهنه بوده، یعنی اون زنهایی که دخترهای جوانی که حالت بت داشتن برای اینها و حالت تقدس داشتن و خون اینها ریخته می شده تا در اثر ریختن خون اینها عرض می کنم که گناهان بقیه مردم بخشیده بشه. همین فلسفه‌ای که امروز در دین مسیحیت مشتق از نصرانیت به وجود آمده و ضمناً صحبت مسیحیت شد، یک آقایی در ایمیل من که از روی صفحه تلویزیون نگاه میکنن برداشتن، نزدیک به 10 یا 12 تا پیام فرستادن با عکس‌های مستحجن و با توهین‌های مکرر و چندشاور به شخصیت رسول اکرم حضرت محمد که درود حق بر او و بر خاندان پاکش باد، و قصدشون این بوده که بیشتر باعث رنجش و باعث ایجاد تنفر و عصبانیت در گیرنده بشود. من تصور میکنم که خود همین عکس ها و خود همین توهین ها به شخصیتی که مورد احترام 1.5 لااقل میلیارد آدم در روی کره زمین هست و شخصیت رسول اکرم از شخصیت محمد مصطفی است که 1.5 میلیارد انسان او رو به عنوان پدر معنوی خودشون قبول دارن، او رو به عنوان پدر روحانی خودشون میپذیرن، و وقتی که آدم به این شخصیت توهین میکنه قصد شما چیست؟ که این افراد با شما به مهر درآیند، بس فردا اعلام کنند که ما مسیحی شدیم، و شما خودتون چطور مسیحی شدید؟ چند سال مسیحی هستید؟ این فحاشی ها رو از کجا یاد گرفتید؟ این مردم آزاری ها رو و این توهین کردن ها رو و این جنایات انجام دادن ها رو در کدام کلیسا یاد گرفتید؟ این خون ریختن ها رو، این توحش و بربریت و سبوییت رو کجا یاد گرفتید؟ آیا این همون تعالیم مسیح هست که به شما که یک فعال مسیحی هستید یاد داده که شما برای اینکه این مسلمان های گمراه به راه راست هدایت بشوند باید به پیامبر اینها فحاشی کنید، باید پیامبر اینها رو مورد بی‌حرمتی قرار بدهید؟ اون وقت اینها به این وسیله هدایت میشن
و عیسی مسیح رو در قلبشون میپذیرن. چقدر وقت صرف کردید که این همه به من دشنام دادید و این همه به پیامبر من دشنام دادید؟ میخواستید منو ناراحت بکنید، ناراحت کردید. البته من ناراحت میشم وقتی کسی به پدر روحانی و پدر معنوی من توهین میکنه، ولی شما چه بهره ای از این کار میبرید؟ از ناراحت کردن من؟ شما به عنوان یک مسیحی باید مردم رو ایماندار کنید و با مهر مسیح آشنا کنید، یا با بیماری سادیسم و بیماری های روانی و سبوعیت و توحش خودتون منو آشنا بکنید؟ مسیحیت رو در انتقام، در توحش، در بیمنطقی، در شرک و در دروغ به مردم معرفی کنید؟ آیا شما واقعا مسیحی هستید؟ به هر حال من ایمیل شما رو دریافت کردم و البته که بسیار ناراحت شدم، ولی بیشتر برای خود شما ناراحت شدم که شما در چه منجلابی گرفتار آمدید. در این آیه قرآن اشاره به نقش تاریخ می کند. غالبا گفته می شود که قرآن با تاریخ در مخالفت است و قرآن پذیرای تاریخ نیست، به خاطر اینکه قرآن دروغ است و تاریخ راست است و به این علت قرآن تاریخ رو نمی پذیرد. در حالی که چنین نیست و قرآن تاریخ دروغ و تاریخ بدون استناد رو نمی پذیرد، ولی تاریخی که از خود نقش به جا می گذارد و تاریخی که دارای یادگارهای زمینی است و آثار مستند است روی زمین، اتفاقا در این آیه می گوید که شما برای اینکه بدانید بر ملتهای دیگر چه گذشت، بر امتهای قبل از شما چه گذشت، راهش این است که شما کتاب زمین رو بخوانید، کتاب تاریخ زمین رو بخوانید، از خود زمین تاریخش رو بخوانید، از خود زمین بپرسید که بر تو چه گذشت و بر مردمان چه گذشت، از بناها، از شرایط، از کشاورزی، از کوه، از بیابان، از ساختمان، از اخلاق و رفتار مردم، از تاریخ های اسطوره‌ای که بیان می کنند، از داستان هایی که می خوانند. سفر کنید در بین مردمان، از زبان مردم تا از خاک مردم دقت کنید و اینها رو با هم ترکیب کنید و از گفته ها و شنیده ها و دیده ها ترکیبی موزون و منطقی بسازید و اون تاریخ هست. تاریخ دروغی که همه دنیا با تاریخ دروغ اداره می شود، البته این تاریخ مورد پذیرش قرآن نیست. البته در تاریخی که گفته می شود که پیامبر با یه دختر 5 ساله ازدواج کرده نمی تواند تاریخ واقعی باشد، چون در خودش اختلاف هست، در خودش تضاد داخلی وجود داره با بقیه همین تاریخ دروغی که ساخته اید تطبیق نمی کند. و اون وقت یک دروغی در تاریخ گفته میشه، دروغ پشت دروغ، دروغ پشت دروغ. عرض کردم که یک بار در همین تلویزیون آقای مسکینیار، خانم عمر، خانم سیمین عمر ذکر میکردند که انقدر خدا محمد رو دوست داشته که وقتی محمد نتوانسته دیگه خودش رو نگه داره و شروع کرده حمله کنه به این بچه 5 ساله، یک مرتبه خدا برای احترامی که برای محمد قائل بوده اون دختر 5 ساله رو در محل بستر قبل از زفاف تبدیل به یک دختر 20 ساله کرد. معجزه خداست دیگه، خدا هر کاری بخواد نمیتونه، چرا حتما میتونه؟ پس خدا رو تبدیل کرده یک دختر 20 ساله. یعنی از یک خدای بیمنطق، از یک پیغمبر بیمنطق، از یک واقعه بیمنطق و دروغ و دروغ و دروغ و دروغ، اینها رو به عنوان تاریخ، البته قرآن رد میکنه همه اینها رو، اما تاریخی رو که مستند باشه، مستند باشه، حالا هر چیزی که بتواند استناد داشته باشد، اون رو قرآن نه تنها رد نمی کند بلکه پذیرای اون هم هست. در همین آیه شما اگر که در آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی، اگر شما به این کلیساهایی که در کنار غرب آمریکا، یعنی از منطقه جنوب
غربی کشور مکزیک، شاخه ای که دماغه ای که جدا میشه از خاک اصلی مکزیک و به صورت یک باریکه در اقیانوس آرام حرکت میکنه، به او میگویند که باها کالیفرنیا، باها یعنی جنوبی و اونجا به نام کالیفرنیای جنوبی است و بالای اونجا که همین کالیفرنیای آمریکا باشه این کالیفرنیای شمالی است، که کالیفرنیای شمالی خیلی منطقه کوچکی است در مکزیک و بیشترش وارد خاک آمریکا میشه، ولی امروز اون قسمت کالیفرنیای شمالی به نام کالیفرنیای آمریکا، ایالت کالیفرنیا است، ولی سابقش این است که جزء خاک اونها بوده. منظور از حدود 150 کیلومتر جنوب این دماغه ای که در مکزیک هست که به نام انسینادا هست، از اونجا شما یک سری میشنری ها و به اصطلاح این مبلغین مسیحی که اسپانیایی که حرکت میکردند که مردم رو مسیحی کنند، از اون منطقه کلیساهایی در هر منزلگاهی که فاصله های مثلا 50 کیلومتر 100 کیلومتر بستگی به نوع زمین و سفر و اینها داره، مرتب کلیسا ساختن تا میرسه به مرزهای شمالی آمریکا و وارد کانادا میشه. در این منطقه این کلیساها به صورت زنجیره‌ای در ساحل دریای آرام، اقیانوس آرام ساخته شده. شما در تمام این نقوشی که بالا همین استاندارده، اینا همه یه جور ساخته شده و در تمام اینها شما بالا سر عکس حضرت مسیح در این کلیساها همون نقشه هایی رو میبینید که امروز از اونها به عنوان نقاشی ها یا دیده های بشقاب پرنده نام میبرند و ستاره هایی که روی اون بشقاب پرنده قرار داره یا تلالو ستاره هایی که به بشقاب پرنده میتابه و عکسش این طرف میفته و اینها این ستاره های عجیب و این در واقع تصاویر خیال برانگیز و تفکر برانگیز اطراف سر حضرت مسیح وجود داره. خب این ما رو با یک تاریخی آشنا میکنه که این اشکال اینها که هیچ کدامش بر ما آشنا نیست که بشقاب های هوایی و سفینه های هوایی و در اون زمان و ممکنه که ما رو هدایت بکنه به یک معارف دیگری و همینطور مثال های خیلی زیادی میشه زد که شما کوه رو میبینید که در این کوه مثلا نقش آفریدن یا این کوه رو حجاری کردن یا زمین رو به شکل‌های مختلف درآوردن یا پایه‌های ساختمان قدیمی رو می‌بینید، با مردم که صحبت می‌کنید می‌بینید که فرهنگ مردم در ارتباط با این ساختمان‌ها چه می‌گوید. منظور خیلی این قسمت توصیه قرآن چشمگیر و شیرین است و اگر اتاق فرمان الان آماده هستند آیه شماره 137 رو روی صفحه قرار بدید که ما بتوانیم که از عبور بکنیم. همینطور که عرض می کردم در این آیه، آیه شماره 137 می گوید که قد محققا خالد گذشت مین از قبلیکو پیش شما، از پیشینیان شما، از پیشتر شما سننون شرایط و سنت‌های سننون پس بسیرو پس سفر کنید، سیر کنید در الارض روی زمین مسافرت کنید، سفر کنید، سفری که توأم با سیر باشه، یعنی ببینید، نگاه کنید به اینها و نظارت کنید، نظر داشته باشید، فقط چشم نداشته باشید، نظر هم داشته باشید، یا به قول مولوی که میگوید که نه هر چشمی نظر دارد،
خیلی ها چشم دارن ولی نظر ندارن. نظر داشته باشید، نگاه کنید، مورد نظر قرار بدهید که چگونه کیفه کان کان بود عاقبت الکذبین، کسانی که تکذیب میکردند حقایق رو و کسانی که کفر میورزیدند بر معلوم خود. آنچه بر پیشینیان شما گذشته تابع همان قانون واحد و نظام شامل آفرینش است و بر شما هم همان خواهد گذشت. در زمین سیر کنید، البته چون سیر کردن و مطالعه کردن در آن ایام ملازم با سفر مادی بوده، سفری بوده که عملا میبایستی سفر میکردند، سیر در سفر ادغام میشود. امروز سیر بدون سفر انجام میشود و میتواند که انجام بشود و سفر ذهنی و سیر ذهنی جای سیر عملی و جغرافیایی رو گرفته. مطالعه کنید در تاریخ و سرنوشت گذشته ها رو معلول علت ها بدانید و اگر شما با گذشتگان علت مشترک دارید بدانید که معلول و عاقبت مشترک و معادلی با ایشان خواهید داشت. همیشه کفر و انکار و عدم قبول واقعیات، واقعیاتی که معلوم و مسلم است، در واقع نوعی انکار حقایق شناخته شده است که عاقبت و عقوبت مطابق اون چی که در تاریخ برای دیگران اتفاق افتاده برای اینها هم اتفاق میفته. وقتی که ما نگاه میکنیم که هاندل ایدل عبرت بین در از دیده نظر کن، هان حیوان مدائن را آینه عبرت دان، که میگوید نگاه بکن به این بازماندگان کاخ مدائن در عراق امروز که مرکز حکومت ساسانیان بوده، نگاه کن به این خرابه های این کاخ و ببین که بر سر مردمانه که تابع این حکومت بودن، تابع این پادشاه بودن، این کشوری که این پادشاه رو داشت، این کشوری که این پایتخت رو داشت و این کشوری که این کاخ و ساختمان رو داشت، کاخ مدائن رو، بعدها ما میبینیم که در مقابل این مدائن مدینه ساخته میشه. مدینه یک جزئه در مقابل مدائن که کلیتی داره و شامل همه شهرها میشه. در واقع اشاره به یک نوع حکومت میکنه. و چی باقی مانده است؟ به کجا رسیدن؟ قطعه قطعه شدن، پراکنده شدن و ده ها بار از غربیل تجدید و تحلیل و استقلال و ساختمان و تخریب و اینها گذشتن. چرا اینطور شد؟ هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. در واقع اشاره به همین آیه قرآن میکنه که شما در واقع آینه تاریخ رو آینه عبرت قرار بدید و اگر شما در علتها با گذشتگان شریک هستید قطعا منتظر وقوع معلولهای متشابه باشید و تغییر زمان تغییر علیت نمیدهد. بسیاری از بزرگان دیده شده است که میگویند که علیت در زمان ما با علیت در زمان گذشته تفاوت میکند. مثلا مفهوم آزادی امروز با مفهوم آزادی در هزار سال پیش متفاوت بوده. مفهوم آزادی متفاوت نبوده، مفهوم ابزار آزادی در هزار سال پیش با امروز متفاوت بوده.
یعنی هزار سال پیش آزادی همین بوده که بوده، احتیاج بوده که کسی مانع گفتار کسی نشه. اما امروز ابزار این آزادی باید تفنگ باشه، باید قانون باشه، باید فشنگ باشه، باید چه باشه چه باشه، پول باشه، قانون باشه، سرباز باشه، ساختمان باشه. اون زمان اینطور نبوده، به اینها احتیاج نبوده، ولی آزادی یکیست. عدالت این است که همیشه در حتی اگر در یک جای دو تا آدم زندگی بکنن، صد هزار سال پیش هم که باشه، دو تا آدم هم که در یک جای زندگی بکنن، مفهوم عدالت با چند هزار سال بعد که امروز باشه در جامعه ای که هزار میلیون آدم زندگی بکنن، مفهوم آزادی هیچ وقت تغییر نمی کنه، مفهوم عدالت تغییر نمی کنه. یعنی ما دو نفر باید برخوردار از منافع و از نعمتهای معادل و مساوی باشه. این یعنی چی؟ یعنی عدالت اجتماعی. حالا شما یه وقت نگاه میکنید که 10,000 سال پیش دو تا بیل بوده، یکی بیلش مال شما بوده، یک بیلش مال من بوده، همون وقت هم دعوا بوده که شما یک طوری این بیل منو بردارید و من مجبور بشم که برای شخم زمین محتاج شما بشم، همون وقت هم بازی ها اون دعوا ها بوده. اصل عدالت که تفاوتی نمی کنه که شرایط عدالت و ابزار رسیدن به عدالت متفاوت است، که دوستان گاهی از اوقات اینها رو با هم اشتباه میکنند، یعنی جوهر رو با عرض اشتباه میکنند در بیانات خودشون. آیه شماره 138 رو اتاق فرمان لطفا روی صحنه قرار بدید. در این آیه که به صورت کوتاه بیان میکنیم و عبور میکنیم، میگوید که این است بیان لناسی که برای ناس است و هدن و هدایت است و موعظت و موعظه و نصیحت و سفارش است للمتقین برای کسانی که دارای تقوا هستند. یعنی به آیه قبل مرجوع میشه این و در آیه قبل میگوید که شما به سنت های گذشته نگاه بکنید، به آداب و رسوم گذشته نگاه بکنید، به تاریخ گذشته نگاه بکنید، با نگاه کردن به اینها، سیر کردن روی زمین و ببینید، نظر بکنید و مناظره کنید و مشاهده کنید که چه گذشت بر عاقبت، بر عاقبت نه در مرحله، در عاقبت کسانی که اهل تکذیب بودند. حالا شما هم اگر که عبرت بگیرید، البته عاقبت شما متفاوته، ولی اگر شما هم تکذیب بکنید، هم علت با اون مکذبین شدید، اون وقت معلول اونها با معلول شما منطقا یکی خواهد شد. و در آیه بعدی میگوید که این کسانی که به سیر و سیاحت میپردازند و عبرت میگیرند از تاریخ، این افراد، اینها کسانی هستند، این است در واقع اون چرا که در آیه قبل توضیح داد. این یک بیانیه است، این یک توضیحی است، این یک تشریحی است، این یک تعلیمی است برای مردم و یک هدایتی است برای کسانی که متقی هستند. یک مطلب بسیار مهمی که در اینجا وجود داره این است که بر اساس باور و بر اساس موضع خواننده قرآن، بر اساس موضع کسی که به قرآن مراجعه میکنه، یک بیانیه واحد ممکن است که چند نقش
متعدد داشته باشه. شما به دقت به این آیه اشاره بکنید، میگوید که اینهایی که ما میگوییم اینها بیانیه است، روشنگری میکند، بیان حقایق میکند و شخص از مطالعه اینها روشن میشود. اینها استدلاله، اینها بیاناته، اینها باعث فهم همه مردم میشود، چه ایمان داشته باشند چه نداشته باشند. برای ناس بیان است، ولی برای متقی هم بیان است و هم هدایت است و هم موعظه است. یک استیتمنت، یک بیانیه که شما ملاحظه می کنید، ممکن است که هم بیانیه باشد، روشنگر یک محاسبات و استدلال هایی باشد، هم می تواند هدایت باشد، هم می تواند نصیحت و گوشزد و یادآوری و چیزهای نظیر موعظه باشد. این یک متن واحدی است که در واقع نگرش به تاریخ رو میگوید، که تاریخ وقتی شما نگاه میکنید این تاریخ یک درسه برای کسی که متقی نیست، آدم معمولی یا حالا غیر متقی هم ممکنه نباشه، ولی به هر حال نوع بشره. برای نوع بشر یک عبرته، یک روشنگری است. ولی همین بیانیه‌ای که برای ناس عبرت و روشنگری است، برای کسی که متقی است هدایت، باعث هدایت او میشه، یعنی فعل خدایی انجام میده برای او، هدایت مخصوص خداست. این متن و این اشاره به تاریخ به این هدایت نشان میده، نقش خدا رو بازی میکنه برای کسی که متقی است. برای کسی هم که انسان معمولی است، برای او هم مفیده و به صورت استدلال و دلیل موضوعات رو بیان میکنه. اینها یعنی این آیات، این نشانه ها، حجت و استدلال و تشریح و تبیین و روشنسازی و تنویر در تعلیم حقایق و دقایقی برای ناس، برای نوع بشر است، به دین، به نژاد، به مذهب، به تاریخ معینی در مکانهای معینی محدود و منحصر نمی شود و این بیانات برای ایجاد حجت و استدلال و روشنگری برای همگان است. هدایت و موعظه است برای دارندگان تقوا. قرآن یک بیانیه روشن و آشکار برای همگان و برای همه خلق جهان است. و همینطور قرآن موعظه است و هدایتی است برای اهل تقوا. در واقع هم این تاریخی که به سرزمین‌های مختلف نگاه کنید و درس‌های مختلف بگیرید، همه اینها چکیده اینها در قرآنه. و این آیه مهم قرآن، یکی از مهمترین و اساسی ترین آیه‌های قرآن، در شناخت اپلیکیشن و یا کاربرد و طریق استعمال قرآن، که قرآن برای بشریت، یعنی نقش قرآن برای بشریت استدلال و روشنگری است، ولی هدایت نمی کنه. و شما این معجزه قرآن رو می بینید، کسانی که متقی نیستند، عربی هم بلدند، اصلا عرب زبان هستند، دانشگاه رفتند و اینها قرآن رو می خوانند و می فهمند و استدلال می کنند و مثل کتاب علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. ناس هستند اینها، متقی نیستند و به همین لحاظ این کتاب رو میفهمند، چون بالاخره نوشته است دیگه، نوشته رو کنار هم گذاشتن همه میفهمند و استدلال کرده، بیانیه آورده، همه قرآن از اول تا آخر دلیل و برهانه. خب همه آدم ها میفهمند، ولی فقط بیانات قرآن رو، روشنگری های قرآن رو میفهمند، ولی موعظه قرآن رو درک نمی و بالاتر از اون هدایت رو از قرآن نمی گیرند. یعنی قرآن در بیان رو باز میکنه به روی عام، ولی در موعظه و همینطور در هدایت رو فقط برای اهل تقوا باز میکنه.
در اینجا موضوع تبیین و ذکر دلیل و بیان روشنگری و تعلیم از موضوع هدایت کاملا مجزا مطرح شده است، یعنی شخص میتواند در مقابل استدلال قانع و مصمم به قبول یک حکم بشود، اما تا اجرای آن و شمول موضوع معوق خواهد بود. انسان یه چیزی را قبول میکنه ولی اجرا نمیکنه یا اعتماد نمیکنه، میگه فهمیدم که چی میخواد بگه قرآن ولی قبول نمیکنم، اعتماد نمیکنم، اطاعت هم نمیکنم، انجام هم نمیدم. یعنی اون بعد هدایت و بعد قبول موعظه و سفارشش پذیرفته نمیشه مگر کسانی که متقی باشند. بیان قرآن موجب فهم قرآن می شود، اما این فهم موجب هدایت نمی شود و همان گونه که کراراً در قرآن آمده است، موجب هدایت و ایمان شخص بستگی به فهم خواننده قرآن ندارد. یعنی بسیاری از اشخاص هستند که قرآن را می دانند و دلایل اون را درک می کنند و متقاعد به واقعیات قرآن می شوند. اما علم و اطلاع ایشان موجب هدایت ایشان نمی شود تا زمانی که متقی بشوند، آنگاه علم ایشان به اخلاق و ایمان آراسته خواهد شد. خدا فرمان محبت کنید و آیه شماره 139 رو روی صفحه قرار بدهید. آیه 138 رو خواندیم. بله، آیه 139 در این آیه به این ترتیب سخن میگوید که ولا و نشوید دهین و سست شده و کاهل، ولا و نشوید تحزن و قصدار و محزون، وَأَنْتُمُ در حالی که شما هستید الْأَعْلَوْنَ در ارتفاع و در تعالی و در بلندی و اولویت و علویت کامل، الْأَعْلَوْنَ این اگر كنت هستید جزء ایمانداران، و شما نبایستی که نه سست بشوید نه محزون بشوید، و اگر شما اهل ایمان هستید نباید سست و محزون بشوید و بدانید که شما در مرتبه بسیار اعلا و متعالی هستید. در این بیان قرآن و هرگز سست و ضعیف و کاهل نشوید و هرگز از فوت متاع دنیا و از تنگ دستی و از عدم امکان، اینها که سر راه آدم پیش میاد، محزون و غمزده و غصه دار نشوید، در حالی که شما خواهید بود متعالی ترین، بالاترین، ممتازترین و اعلاترین ملل و امت در جهان، اگر و چنانچه شما باورمند و اهل ایمان به واقع کلام بوده باشید، اگر شما مؤمن باشید، اگر ایمان داشته باشید با صدق با آنچه که می دانید، یعنی اگر دانش شما ایمان شما بشود و ایمان شما دانش شما، و به ایمان خود تکیه کنید و به ایمان خود عمل کنید، نه فقط ایمان تئوری، اون بیانات است، اون حجت است، اون استدلال است، نه، ایمان به معنای اینکه احساس امنیت کنید در اتکای به ارزش‌های قرآن و به اندرزهای قرآن. در این آیه به سه موضوع اشاره شده است، یکی دوام استقامت و ادامه همت و عدم یأس و ناامیدی
در تلاش برای رسیدن به رضای خدا، و دیگر اینکه محزون و غصه‌دار نشدن و غمگین نشدن در مقابله با شکست‌های موضعی و مقطعی در طول تلاش برای اکتساب رضای خدا، و سوم اینکه شرط سوم در نهایت دو شرط دیگر، یعنی امید و نشاط در مقابل ناامیدی و سستی، و شادی و آرامش در کنار یأس و غم و حزن. دارندگان ایمان واقعی هرگز سستی نمی کنند و نه مبتلا به حزن می شوند و نه از شکست به توقف می آیند و نه از جور خصم ترسان می شوند. قدرت و محصول ایمان ایشان شادی، امید، حرکت و موفقیت است و بر عالم توفق پیدا می کنند و هیچ نیروی و هیچ حمله‌ای و هیچ مبارزه‌ای با ایشان به پیروزی نخواهد رسید و هیچ قدرتی در مقابل قدرت ایمان قابل ایستادگی و دفاع نخواهد بود. اتاق فرمان آیه شماره 140 رو روی صفحه قرار بدید. این اگر یمسسکم اگر برسد، اگر وارد شود، اگر لمس کند در واقع، ولی به مفهوم اگر برسد، اگر وارد شود و اگر اصابت کند، قرح جراحتی، فقد پس بی تردید، مس وارد شده است، اصابت کرده است، القوم بر قوم دیگر، قرح جراحتی، مثله مانند جراحتی که بر شما وارد شده. اگر جراحتی بر شما وارد شده است، اگر جراحتی بر شما اصابت کرده است، بی تردید و بی شک وارد شده است، اصابت کرده است بر قومی که با شما می جنگند جراحت مشابهی. و تلک و این الایام این دوران و این ایام، نداولها نداولها ما بدل می کنیم، ما ایجاد تبادل می کنیم و دو امر رو با هم متبادل می کنیم و چیزی رو تبدیل به چیز دیگری می کنیم بین در میان الناس مردمان، ولیعلم و تا اینکه برای ایشان آشکار شود الله توسط الله، الذین برای کسانی که آمنوا ایمان دارند، و یتخذ و قبول می کنند و محسوب می دارند، منکم گرفته بشود، محسوب بشود از بین اونها، شهداء در اینجا هم شهدا هم معنی شهید به معنای شهید یعنی قربانی شده و فدا شده یا کشته شده در راه خدا، و هم شهید به معنای مشاهده کننده و مشاهده شونده معنی می دهد. والله و خدا هست، والله و خدا لا يحب
دوست نمی دارد الظالمین، کسانی رو که ظلم می کنند. شهدا تشکر می کنم. واژه شهدا، ریشه شهدا در زبان شین و هی کوچک و دال در زبان عربی به معنای دیدن و رؤیت کردن، بالاتر از رؤیت کردن و بصیرت کردن، دیدن و درک کردن و معرفت به اون چیزی پیدا بکند که انسان رؤیت می کند. یعنی بصیرت توأم با معرفت شهادت می شود. شهادت نه به معنای مردن یا کشته شدن یا مرده شدن یا هرچی، شهادت در اینجا به معنای مشاهده کردن، به معنای شاهد بودن، یعنی بصیر بودن، بصیرت داشتن و ناظر بودن و عارف بودن بر حقیقت یک چیزی. شاهد اسم فاعلی است که از ریشه شهده گرفته میشه، یعنی فاعل فعل شهود، فعل دیدن، یعنی بیننده. مشهود یعنی دیده شده یا مورد دیدن قرار گرفته، شاهد و مشهود. همینطور که بارها درباره فاعل متعدی به مفعول با شما صحبت کردم، مثل عالم علیم، قادر قدیر، واسع وسیع، باصر بصیع، سامع سمیع و همینطور نظایر اینها، در مورد اینها چندین بار با شما صحبت کردم و فکر میکنم احتیاج به توضیح بیشتر نباشه. قادر قدیر، سانع سنیع، یکی از اونها هم شاهد، بیننده یک مشهودی، شاهد بر یک مشهود است، بیننده یک وجه شهود است. و شهید، شهید هم شاهد است، هم شاهد است، هم مشهود است، یعنی از شاهدی است که از مشهود سرایت میکند به شاهد دیگری که این مشهود رو میبیند، یا به عبارتی دیگر ادغام مشهود در شاهد شهید نام دارد. در ادبیات دینی گفته میشود که به این علت به کسانی که در راه خدا کشته میشوند شهید میگویند، این است که اینها شاهد بر حقیقت بودند، به حقیقت رو دیدند، شاهد بودند و حقیقت مشهود اینها بوده. اما وقتی میگوییم که اینها، این کسی که کشته شده فقط مقام شاهد نداشته، مقام شهید داشته، یعنی جایی است که مشهود و شاهد در هم ادغام میشن و یک فاعل دیگری میسازند که هم شاهد است هم بیننده است، فاعل است، فاعل فعل دیدن است، فاعل فعل شهادت به معنای دیدن است و هم مشهود است، یعنی وصلت شاهد و مشهود عنوان شهید میگیرد. میگویند که طور که عرض کردم در ادبیات دینی که این افرادی که در جنگ های دفاعی کشته میشدند که نمونه همه اونها رو نوه رسول اکرم حسین ابن علی سید شهدا محسوب میکنند که او شهید شد و شهادت او رو در این بیان میکنند که او شاهد بود، حقیقت رو دید و به جایی رسید که وصال با مشهود پیدا کرد و در مثال با وصال با مشهود خود او مشهود رو میدید
و مشهود در او دیده می شود. یعنی شما وقتی که به یک شاهدی نگاه می کنید، شما مشهود او رو نمی بینید. اگر من در سر بامی ایستادم و یک چیزی رو پشت بام مشاهده می کنم، شما پایین هستید، شما من رو مشاهده می کنید که شاهد هستم، ولی شما مشهود من رو نمی بینید. اما اگر من مقام شهید پیدا کردم، شما احتیاجی نیست که از بام بالا بروید و پشت بام رو نگاه بکنید که مشهود من چه بوده. شما مشهود رو در من میبینید. یعنی شاهد و مشهود متصل میشن و با هم محرم میشن و میگویند کسانی که در راه خدا در دفاع از حق، در دفاع از حق، در دفاع نه غیر از آن انجام مسئولیت می کنند و تا ایفای جان پیش می روند، اینها کسانی هستند که شهید هستند. یعنی شما حقیقت رو که او دیده در خود او می بینید و خود او تبدیل می شود به اثر، خود او تبدیل می شود به مشهود. این بیانی که در بزرگ داشته سید شهدا بیان میکنن، در مورد امام حسین بیان میکنن که به او سار الله میگویند. سار با سه نقطه به معنای اثر، نشانه، علامت، تأثیر پذیرفته. به این علت به او سار الله میگویند که باز به غلط ترجمه میکنند که ای خون خدا. و چقدر ناراحتی برای او و برای دیگران ایجاد میکنه. بگذارید که حالا توضیح اضافی در این مورد ندیم، ولی میگویند که او حقیقت رو دیده و دیگران حقیقت رو در او دیدند. یا به عبارتی دیگه، اگر او حق رو دیده و شاهد بر مشهودی به نام حق بوده، دیگران که اون مشهود رو نمی دیدن، اون مشهود رو در این شاهد می دیدند. چنین شخصیتی و چنین مفهومی می تواند مرده باشد، می تواند زنده باشد. حتما لازم نیست که انسان قالب توهی کند تا شهید باشد. انسان می تواند که در قالب انسانی که نفس می کشد و هنوز جان دارد شهید هم باشد. اگر در جنگ، آیه 140، اگر در جنگ به شما جراحت و آسیبی وارد آمد، قطعاً به قوم دیگر، یعنی دشمنان شما، همان جراحت و همان آسیب مشابه وارد آمده است و این ایام، این دوران و این روزگار رو گاه گاه ما جابجا کردیم، گردانیدیم، متغیر کردیم، تبدیل کردیم این روزگار رو با تغییر و تفاوت احوال میان خلایق میگردانیم، متغیر میکنیم و عوض میکنیم بین مردم و خلایق، بین عام، بین نوع بشر، به نحوی که الله معلوم و مشهود بشر بسازد. آنان که از شما که از ایمانداران هستید، از شما گواه دیگران گرفته شود. یعنی شما به عنوان نمونه و پایه و اساس وسیله شهادت و مفهوم ایمان برای دیگران قرار گیرید. یکی از اشکالات، و خدا دوستدار ستمکاران نیست. قبل از اینکه اشکال خودم رو با ترجمه انگلیسی و فارسی این آیه بیان کنم، رو عرض میکنم که انسان از صفات مشترک بین خود و دیگران میتواند که عبرت بگیرد و از این تشابه و اثر و تأثیر حقایق پی ببرد و تأثیر حقایق رو بیاموزد، که تنها در سایه این تشابه و وصول آن ممکن است که انسان از این تشابه
به یک شهادت، به یک مشاهده برسد. وقتی در جنگ به شما آسیبی میرسد، و یا اساساً هر تنگنا و مصیبتی که برای شما فراهم میآید، اگر علت آن متشابه باشد و با دیگری مشابه باشد، برای طرف دیگر هم همان مصیبت و رنج ایجاد شده است. درک همدردی میتواند که وسیله ترک مخاصمه باشد و هم میتواند که باعث جرأت انسان از حق دفاع بشود. نکته مهم این است که اکثر اوقات وقتی سخن از جنگ میرود، مسلمانان غافل باید بگوییم که فراموش میکنند که جنگی که تهاجمی است، یک جنایت است، جنایت خوفناک، و جنگ دفاعی یک الزام، یک وظیفه در حد عبادت است. یعنی ما عبادت رو در کنار جنایت قرار میدیم. جنگ تهاجمی جنایت است، جنگ تدافعی عبادت است. در مورد تغییر و تحول شرایط قرآن میگوید این یکی از ابزارهای معاینه و یکی از میزانهای دقیق برای تعیین میزان ایمان و خلوص شماست، نه برای خدا، بلکه برای خود شماست که ظرفیت و توان و ناتوانی های خود را بشناسید و فراموش نکنید که این امتحان برای شما و برای خدمت به شما و در حکم شناسایی شما، کمک کردن به شما برای شناخت کم و کاست شماست، نه دشمنی خدا با شما. در این آزمایش هاست که اهل ایمان می توانند به صورت شاهد و دلیل ایمان چنان استحکام و صحت در عقیده را ابراز کنند و اثبات کنند که به صورت نمونه و دلیل معرف حقایق دین بشوند. یعنی به عبارتی دیگر شما در ترازو معاینه می شوید تا با آنجا که خود شما تبدیل به ترازو و وسیله توزین و نمونه قرار بگیرید و خود شما مستند بشوید که با شما سند اندازه گیری بشود و شما وسیله شهود و معاینه دیگران بشوید. شما به وسیله ایمانداران مبنا و میزان اندازه گیری حقیقت و ایمان تشخیص داده بشوید. حالا در متن این آیه، همین آیه شماره 140 که میگوید اگر که اصابت کرد بر شما جراحتی، حتما اصابت کرده از بر گروه دیگر دشمنان شما در جنگ هم جراحت مشابهی، و این چنین خداوند ایام رو تغییر میدهد بین مردمان و در واقع ایجاد علامت می کند و نشانه ایجاد می کند الله کسانی را که ایمان دارند و کسانی که محسوب می کنند از شما شهدا رو در اینجا مارتر به معنای شهید به معنای کشته شده در اینجا معنی کرده. در متن فارسی این ترجمه هم همین موضوع به چشم میخوره. فکر میکنم که اگر در جنگ احد به شما آسیبی رسید، حالا جنگ احد چطور اومده؟ به هر حال اگر در جنگ احد به شما آسیبی رسید، به دشمنان شما نیز در بدر، در جنگ بدر آسیب رسید، الله اکبر، پس مقاومت کنید
این روزگار را با اختلاف احوال میان خلایق می‌گردانیم تا خداوند مقام اهل ایمان را معلوم کند و از شما مؤمنان آن را که ثابت قدم است گواه دیگران قرار گیرد. لااقل این قسمتش رو درست ترجمه کرده برخلاف متن انگلیسی. معمولا این صحیح اینترنشنال ترجمه غلط. من برای اولین باری که معترض هستم به این که در اینجا شهدا جمع شهیده، اینها رو به عنوان کشته شدگان نام برده و به اون ترتیب معنی کرده که این متن فارسی که معمولا بیشتر در این متن فارسی من اشتباه میبینم در اینجا کاملا مفهوم درست داره. در این ترجمه آقای الهی قمشه‌ای پدر در اینجا گفته است که از شما مؤمنان گواه دیگران گیرد، یعنی شما مؤمنان رو مورد معاینه قرار می‌دهد که شما مبنای شهادت باشید، یعنی شما مشهود بشوید با عملی که انجام می‌دهید که وقتی به شما نگاه می‌کنند و به اعمال شما نگاه می‌کنند حقیقت رو در شما ببینند. حالا ممکن است که انسان در این مرحله کشته شده باشه، ممکن است زنده باقی مونده باشه. دلیل بر این نمیشه که کسی شهید میشه که بمیره. آدم زنده نمیتواند شهید باشد. این مفهوم بایستی که عوض بشود. ما در نشست دیگر از آیه 141 آغاز خواهیم کرد. روز طولانی در پیش داشتیم. امروز صبح ساعت خیلی زود بامدادان شاید حدود حوالی بعد از نماز صبح گرفتار مراسم دفن و کفن یکی از عزیزترین اقوام و خیشان و نزدیکان خودم بودم و به خاک تیره نگاه می‌کردم و به سرنوشت آینده خود ماها نگاه می‌کردم و به غفلت مردمان نگاه می‌کردم که چطور آدم ها تا وقتی سر خاک هستند و به گودال نگاه میکنند چقدر میترسند و چقدر گریه میکنند. داره گریه به حال خودشون میکنند اکثرا و به حساب مرده میگذارند، ولی به محض اینکه روی قبر بسته شد و چمن گذاشتند و تمام شد و حرکت کردند و صحبت رستوران و صحبت مطالب دیگر شد، تقریبا همه ما فراموش میکنیم. و این حافظه زودگذر بشر یکی از پایه‌های انحراف اوست و جلوگیری می‌کنه از تربیت او. ما در یک جاده‌ای، در یک فریوی، یک شاهراهی که حرکت می‌کنید می‌بینید که جاده بازه ولی تصادفی شده، اتومبیل‌ها خیلی آرام حرکت می‌کنند. هر چه از محل تصادف دورتر می‌شوند سرعت اتومبیل‌ها بیشتر می‌شود و وحشی‌تر می‌شود. انسان به همین سرعت وقایع رو فراموش میکنه. ولی من امروز روی خاک ایستاده بودم و به این گودال قبر نگاه میکردم، چندین بار به یاد این سوره قرآن افتادم که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، که هوا و هوس برای واقعا رسیدن به افتخار و اقتدار و قدرت و حاکمیت تو رو وادار کرد به تکاثر. یعنی تکاثر و کثرت طلبی و تعدد خواهی یک وسیله است برای اینکه تو به قدرت برسی. ما چطور میتونیم به قدرت برسیم جز اینکه از طریق تکاثر؟ حالا پادشاه فلان کشور نزولیه، نمیدونم حالا هر چه از اسمش، این کشور چطور میتونه یک آدم بی صلاحیت در رأس قدرت قرار بگیره که با کشورهای بزرگ دنیا در خرید و فروش شرافت مشترک باشه و بنشینه و صحبت بکنه که مملکت بخره، مملکت بفروشه، نفت بخره، نفت بفروشه، خاکی دیگری بستر بکنه؟
این از تکاثر باید به اینجا برسه. اگر این یک رعیتی بود در بیابان کار میکرد، هیچ وقتی دولت‌های غربی او رو به بازی میگرفتن نه. پس ما باید تکاثر کنیم برای اینکه به اقتدار و به قدرت برسیم. تکاثر از گرفتن و زندانی کردن و کشتن و اموال دیگران رو مصادره کردن به جایی میرسه که آدم در مرحله تکاثر قرار میگیره، کاری که در ایران کردند. نه اینکه ندانند که این اموال مردم مربوط به کسانی است که بیگناه هستند. مسافرت که گناه نیست، هر کسی که با آمریکا رفته اموالش باید مصادره بشود تا بعداً قسمتی از این اموال رو که بیشترش هم مربوط به خود اونها می شده و جریمه‌های سنگینی از اینها گرفتن، جان اینها رو گرفتن، یه تیکه از اموالشون رو بهشون پس دادن. چرا؟ برای اینکه اون حکومت میخواد به قدرت برسد و احساس میکرد که حکومت قبلی در اثر نداشتن سرمایه و دوری از امکانات فئودالیته به اون روز افتاد. گفتن ما حساب‌های شخصی باز میکنیم، ما بودجه مملکت رو در حساب‌های شخصی میگذاریم و گذاشتند و حساب خیرات و حساب مزرات و مکر دیگر حساب‌ها رو که باز کردند همه حرام، همه حرام، همه حرام، از پول مردم، از تجاوز به پول مردم، اینها رو جمع کردن، قدرت گرفتند. تمام کسانی که تکاثر میکنن، تکاثر رو به این خاطر میکنن که به فئودالیته برسند. اصلا تکاثر پایه رسیدن به فئودالیته است. تکاثر یعنی که تراکم مالکیت و شمول مالکیت در حدی که ملک تبدیل به ملک بشود و حاکمیت بر اساس مالکیت استوار بشود. و قرآن میگوید چنین نمیشود. ممکن است که از یک نردبانی بالا میری، فواره آب هم خیلی بالا میری، ولی فواره چون بلند شود سرنگون شود. زیبت که زرگاهت نومید نگردد باز، آن کسی که به امیدی بر خاک درت افتد. خدا حافظ همه شما باشد و خدا حافظ ما و دیگر خدمتگزاران بشر باشد. و امیدواریم در مقابل این همه دشمن و در مقابل این همه جفا، وفای شما در کنار حمایت حق حامی ما باشد. ایام بر شما خوش باد. از تحمل این برنامه کمال تشکر رو دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.